ببخشید اینجا هتلی؟ بله بله اینجا هتل. اتاق میخواییم بفهمیم تو دیگه؟ بله یه اتاق برای یک شب میخوام، اونم کتری هم باشه اشکال نداره. اینجا اتاقاش خیلی خوبه دیگه، ارزون بهداشتی شما در واقع هتل اینجا بله. در واقع که بله، هتل اینترنشنال گوگل شهر دیگه بله. ولی من چندین سالی که از این محل رد میشم اصلا همچین چیزی در اینجا ندیده بودم. بله. البته بودنش خیلی لازم و ضروری ها. بله لازم. اینجا خونه بوده ها. ولی من که از الفندق الشمس و القمر در امارات مدیر داخلی بودم اومدم اینجا. اینجا رو کردم هتل دیگه. بله دیگه. یعنی شما در اینجا کار میکنید؟ من همه کاره هم. مدیر داخلی هم دیگه. شما بفرمایید ممکن اتاقش تموم بشه دیگه. حمزه جان وقتی میفرستم به دنبال یه چیز برو دنبال همون چیز. آقا شهر رفتیم دنبال همون چیز دیگه. 35 دیگه خب میگه فروش خانمی بغله. خب این هندونش سفارشیه، توش خیلی قرمزه. با رجب رفتم خیلی سر مسابقه پرس پولیس این روز و با داماشا گیلا. نه آقا ما با رجب قهریم، آقا تهمت میزنه، میگه که ترافیک این خیابون و اون خیابون و اون یکی خیابون و همه خیابون اطراف هتل به خاطر مسافرهای شماست. من میگم اصلا ما مسافر نداریم، به زور باید بریم تو خیابون مسافر بیاریم بزنیم تو هتل. خیلی خوب کارتو بکنم. آگلشر من بزنم از این وری بکنم، شما بزنی از این وری میگوری کیکه تولد رو نیست تو بزن. من بزنم. اما من شناسنامه ندارم. پدر جون یا شناسنامه یا گذرنامه یا یه کارت شناسایی معتبر. خب من که شما رو نمیشناسم که. آخه من مسافر خارج از کشور هستم یا میخوام ویزا بگیرم که گذرنامه میخواد. من میخوام یک شب در این هتل بخوابم فقط. پدر جون چه یه شب چه صد شب فرقی نمیکنه، این قانونه. هر هتل دیگه هم برین همین قانونو داره. ببخشید من خونم همین دو سه خیابون پایین تره، همین نزدیکه. خب این که خیلی بدتره که، چون که شما ساکن تهرانی علاوه بر کارت شناسایی باید یه مجوز اماکن هم به ما بدید. اماکن؟ خیلی عجیب شد. این عجیبتر از همه، گذرنامه، شناسنامه، اماکن. فقط میخوام یک شب بخوابم. ببخشید دخترم. ببخشید پدر جان یه لحظه صبر کنید. تشریف بیارین یه لحظه. شما بیاین تلفن کنین منزل بگین شناسنامه‌تون رو براتون با پیک بفرستن. خب شناسنامه‌مو با پیک فرستادن، اماکن رو با چی بفرستن؟ حالا به اونم میرسیم یکی یکی. آقا شما هنوز اتاق نگرفتین دیگه؟ شناسنامه ندارم. من تلفنو میگیرم اما شما صحبت بفرمایید، من صحبت نمی کنم. باشه چشم. چرا اتاق بهشون نمیدین که خانم؟ می باشه نفهم ندارم. الو سلام. سلام خانم، من از هتل گلشهر تماس میگیرم. بله 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 اینجا هتله. یه آقای تشریف آوردن اینجا، اسم شریف. کرامت نیا. بله میخواستم بگم که ایشون شناسنامه‌شون رو منزل گویا جا گذاشتن، شما لطف کنین بفرستین به این آدرسی که میگم. هتل گلشهر؟ بله. چی میگی؟ بله خواهش میکنم. قطع کرد. یعنی چی قطع کرد؟ یعنی دقیقاً قطع کرد. هیچی نگفت، هیچ صحبتی نکرد. خیلی حرف ناجوری زدن بگم؟ نه نگو ناجور، گفتی نگو دیگه، این چی کاری هم؟ بله بفرمایید. گفتن که ایشون خیلی غلط کردن، خیلی بی جا هم کردن اومدن هتل. حالا هم که بی جا کردن اومدن هتل، خودشون باید چیزاشون رو با خودشون می آوردن. ساک آوردن با خودشون ها. یه چیزهای دیگه هم گفت اضافه بر این حرفهای دیگه هم زد. شنیده دیگه، خیلی ناجور بود، یه حرفهای دیگه هم زدن بگم؟ بله بفرمایید. گفتن که آدم قبرستونم که میره با خودش میبره یه چیزو.
نه ببخشید، گفتن که شما چرا تشریف آوردین هتل، بعد میرفته خونه فرزند. به خدا این زن حواس پرتی گرفتی، ما اصلا قرار گذاشته بودیم کسی نفهمی، خودش داره لو میده قضیه رو. ببخشید فوزولیه، شما با خانمتون قهر کردین؟ هم قهر هم ناقهر، قهریمون قهر نیستیم. خب ده قهر کردین دیگه. نه نیکی خانم، من فهمیدم این قهر نیم قهر ناقهر فرق میکنه با قهر دیگه. ببخشید ولی واقعا من بدون شناسنامه هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم، دیدین که تلاشم هم کرد. اجازه بفرمایید من تلفن بکنم. بله بله خواهش میکنم، بکنم. نه الان بیم دوست بیم. زنه نمیدونی چقدر توپش بود. کی؟ چی؟ زنه. توپ؟ توپ؟ فریده ببین چی میگم ها، ببین چی میگم. به من میگه شما فریده هرچه سریعتر فوریتر این شناسنامه منی میدی دست آرزو آژانسی یا پیک بیاورد به اسم هتل شریف. نه هتل گلشهر. هتل گلشهر بیاورم. بله فوری بدون فوت وقت. فوری ها فوری. چرا بدون خدافظی قطع کردی؟ سرش داد زد. این زن تا سرش داد نزنی تمکین نمیکنه. نیکی خانم با خانمش صحبت کرد، خانمش همش داد و بیداد میکرد دیگه. بعد ما گفتیم شما بیاین صحبت کنین چون بهتر صحبت میکنین، شاید درست بشه دیگه. اینجا دیگه آقای کرامت کرامت نیا. آقای کرامت نیا، آقای گلشهر هستن دیگه، صاحب هتل گلشهر. سلام علیکم. سلام علیکم، در خدمت هستم. ببخشید این شماره تلفن منزله، اینم نام همسرمه فریده، اینجا نمیشتم. بله چشم. خب منم برم چای بیارم حتما. بله بله چای بیارم. اشغاله. اشغال نیست جانم، اشغال نیست، من اونو میشناسم، اون لنجبازه، اشغال نیست، لنجبازی بود، اصلا اشغال نیست. شاید با جایی حرف میزنن، با کسی حرف میزنن. نه با جایی میرود، نه با کسی صحبت میکند، نه با کسی سر و کار دارد. من اونو میشناسم، من اونو تنرم و بی لنجبازه، لنجباز آزم، فقط لنجباز همین. چایتون بفرمایید. اول زندگی لجبازی رو شروع کرد، وسط های زندگیمون لجبازی، آخر زندگیمونم لجبازی. بگو آزاد میزنه. درست میشم یه چی دیگه؟ جواب نمیده. معلومه که جواب نمیده، معلوم است که جواب نمیده. خانم صدای تلفن را میشود، اما کیف میکند از اینکه اینجا بنده را بین زمین و آسمان ملک دیگر داشته. آقای کرامت جسارت نباشه، فوزولی هم حساب نکنید، ولی موضوع چی چیه؟ آقای گلشهر کدام موضوع، کدام موضوع؟ بنده 50 سالی که گرفتار همچین مصیبتی هستم، مصیبت بزرگ. فردا دادگاه داریم. اه؟ کار به اینجا هم کشیده شده؟ بله کشیده. بچه و عروس و داماد. نه ما قرار گذاشتیم که هیچ کس در این کار دخالت نکنند. چون میایم پادرمیانی میکنن، وسادت میکنن، دوباره همون کاس هست و همون آش. آقای کرامتی پس دخالت ما هم بیمورده؟ تقریبا بیمورده. آقای نیا کرامت تو این 50 سال یا بعد میشد که شما نیای هتل ما، یا نمیشد که باز امشب نیای هتل ما دیگه. ها عزیز من، جان من، قرار بود که این اتفاق بیفته و بنده سند آزادیم را بگیرم، اما متاسفانه وسادت بچه ها فامیل باعث این کار شد. دوباره همون آش و همون کاسه دید. جناب گلشهر. جناب. اگر بعد از گذشت این همه سال که خدمت کردم، زحمت کشیدم، لیاقت و شایستگی این را دارم که یک شب در این هتل شما در یک اتاق بخوابم، کلید را عنایت بفرمایید.
آقای کرمتی تشریف بیارید اتاق. بله در خدمتم. بفرمایید. کجا جناب آقای گلشن؟ پایینم اتاق داری؟ نه پایین حوض خونه، جای با صفاییه، میشینیم با هم گپی بزنیم. نخیر من نمیام آقا، نمیام. من به خاطر حفظ و شخصیت خانوادگی به فامیل رو نکردم، لیک به خبت دوازیز که من اینجا زادم. آقای کرامت اجازه بدید حوصله کنید، مشکلتون حل میشه. حل میشه. آیا من مسافر شما هستم یا نیستم؟ نه نه. پس کیم؟ مسافر باید شناسنامه داشته باشه، یعنی مسافر مهمون خونه باید شناسنامه داشته باشه، مشخصاتش تو کامپیوتر ثبت بشه. شما مسافر مهمون خونه نیسته. پس کیم؟ چیم؟ نه منیم. شما مهمون من هستید. تشریف بیارید. مهمون من. جناب گلشهر، بعد از نیم قرن خدمت و این همه مصیبت و زحمت، حالا که شناسنامه و گذرنامه به همراه ندارم، باد هوا، پس من کیم؟ چیم؟ نه منیم. آدم نیستم. جناب گلشهر، این دومین بار است که ما با هم چای میخوریم. جنابانی متوجه شدید که بنده چای شیرین دوست دارم با 3 دانه هفیقم، ولی متاسفانه این زن عزیز بنده بعد گذشت 50 سال هنوز متوجه نشده من چای شیرین دوست دارم با 3 دانه هفیقم. یعنی چای میارم بره تو قندم میارم؟ چایم میارم قندم میارم. پس قاشق چای خوری نمیارن؟ قاشق چای خوری هم میآورن. پس چه؟ جناب گلشن، چای آوردن و 3 دانه حبقند در داخل اون انداختن و خوردن، این که اذیتی ندارن. ما تفاهم در این است که چای را ایشان بیاورن، 3 دانه حبقند بیندازن، شیرین کنن، من میده کنم. اما میدانی من چقدر برایش چای بردم؟ چای را با توت خشک، خرما، مویز، کشمش، با این چیزا میخورد، دوست ندارد. با اینکه قند برایش خوب است، نمیخورد. میگوید من دوست ندارم، قند برای فشارش خوب است، اما نمیخورد. سلام خانم. سلام، بفرمایید. یه اتاق میخواستم. شناسنامه‌تون رو لطف کنید، این پرسش رو هم بله. بفرم. شما باید فریده خانم همسر آقای کرامتی‌نیا باشین، درست میگم؟ تا فردا صبح بله. هنوز اینجاست؟ بله. شناسنامش، داروهاش، چند تا ملافه تمیز گذاشتم این تو بدین. ملافه چرا؟ ما که ملافه داشتیم. آخه وسواسیه، هر وقت میره مسافرت بعد چند تا ملافه تمیز با خودش ببره. دمپایی هم براش گذاشتم این تو. اون برگه هم که فردا میخوایم بریم دادگاه این تو گذاشتم واسش، یادش رفته برد. خب شما برای چی اومدین هتل؟ پدرم در اومد اینجا رو پیدا کرده. داروهاش مهم بود خانم؟ نه، یعنی منظورم اینه که شما برای چی میخوان اتاق بگیرید؟ راستش این خونه که ما توش هستیم مال خودشه، یعنی پولش خودش داده، از زحمت خودشه. من که هیچ وقتش درآمدی نداشتم. درسته همون چند سال پیش به اسم من کرد، به اسم من هست، ولی در اصل مال خودشه، پولش خودش داده. اومدم این شب آخری مسافر خونه که ببینم. نه، مهمون خونه. بله؟ مهمون خونه. آه بله، اومدم مسافر خونه. بله، اشتباه کردم نه؟ اینجا مهمون خونه است. بله، اومدم شب آخری مهمون خونه که فکر نکنه من چشت داشت به اون خونهش دارم، به فک و فامیلاش بگه این چشت داشت داره به خونم. خونه مال خودشه، بفرستنش بره خونه، اینم وسایلش، خودش دیگه میدونه. فرشته بیا، هنوز هیچی نشده، همه خبردار شده.
خاله زنکه دیگه. ببخشید من اصلا متوجه نمیشم. قرار گذاشته بودیم وقتی از هم جدا میشیم هیچ کس خبردار نشه. خانم قرار بوده که دوست و آشنا و فامیل و اینا خبر نداشته باشن. ما که غریبه ایم. شما غریبه این فرشته که غریبه نیست، چرا پای اونو کشیده وسط؟ من اصلا متوجه نمیشم فرشته کیه؟ شما الان گفتی فرشته، چی گفتی؟ آها من گفتم شما فرشته ای. نه خیر، بنده فریدم، فریده خانم. فرشته باید خواهرتون باشه، درست میگم؟ خب بله. ماسمالی نکنین لطفا، شما هم خبر داری که اون خبر داره. منظور من این بود که شما فرشته، یعنی شما شکل فرشته ها، یعنی داشتم ازتون تعریف میکردم. خب بله فرشته هم دیگه، من فقط دوتا بال ندارم. دست شما درد نکنه، لطف دارید شما. خب همه سوء تفاهم ها همینجوری پیش میاد دیگه، مثل الان که من گفتم فرشته، شما فکر کردی که من دارم خواهرتون رو میگم، درست نمیگم؟ خب بله، یه وقتای خب آدم کجک استنباط میکنه، یه وقتایی سود تفاهم میشه. بگی خانم اگه اون خانم سه تا حقه میذاشت. ایشون فریده خانم زن آقای کرامتی نیا هستن. بله اون میره من میمونم. کجاست؟ ولی ایشون خب میخوان بمونن. خیلی بی خود میکنن ایشون بمونن. ایشونو بفرستینش خونش، من میمونم. خب آخه ما که نمیتونیم ایشونو بیرون کنیم. چرا نمیتونیم؟ خوبم میتونید. واسه خودتون میگم، اون اگه امشب تو این هتل بمونه واسه تو ناراحتی ایجاد میکنه. گفته باشم شب تو هتل نصف شب پا میشه راه میره، نق میزنه، ایراد میگیره. حالا خودتون میدونید، من نمیدونم. آقای نیا کرامت، این خانمتون اومده ناجورم اومده ها. میدونم این اتاقم میخواد، ناجورم اتاق میخواد دیگه. اینم میدونم تو دیگه، شما همه چی میدونین، برای چی من اومدم دیگه؟ خواهد برم دیگه. نه گوش کن، یک چیزا نمیدونم. مطلقا به گوتا خالی نداره. ممکن است بعد نیم قرض زندگانی اگه چشمم به چشمش بیفته دستم به نه آقای کرامت، شما این کارو نمیکنید. نه برو بالا سرست رو بخور. سرست دار میخواد همون تلاشم. برو اشتا کرده. آقای کرامتی نیا، همسرتون اومدن براتون این کیسه رو آوردن، توش ملافه و دمپایی و داروات. چه منت کشی کرده که من پردا از دفترم به دادگاه بگذاره؟ هیچ هم اینجوری نیست خانم، اصلا عادت به منت کشی ندارن. گفته باشم نخه ایشون شناسنامتون آوردن که علاوه بر پذیرش هتل برای فردا دادگاه هم میخواین لازمش دارید. بعدم شما ظاهرن برگه احضاری دادگارم فراموش کرده بودین، اینشون براتون آوردن که فردا دادگارم نپیچون. عجب عمو جان، این زنه یه فرشته است، یه لیلی واقعیه. مجنونم که من دیدم، خیلی آقایه. حالا چقدر قلیزش کردی تو؟ قلیزش نکردم، این زنی که من دیدم نمیتونه زن بدی برای این مرد باشه. میگن تنها که قاضی بیری چی؟ راضی برمیگردی. منظور اینه که تو چون با خانم صحبت کردی فکر میکنی حق با اونه. خب شما هم چون با آقای حرف زدی فکر کردی حق با اونه. خب پس نه من نه تو، بهتره ایش کدوم پیش تو گناهی نکردیم. بی خود کرده سر من داد میکشه. تو چرا میترسی؟ با تو نبودم که. خانم 7 بار اومد خواستگاری من، 7 بار نامه می نوشت می انداخت تو خونه ما. اونم چه نامه هایی. ای آقای من، ای سرور من، از من کمترین چه کسوری سر زده که حضرت عالی بنده رو برای همسری دخترتان نمی گیری. یه نمونهشو دارم، فکر کرده نگه داشتم واسه این روزا. ببین چه قلبی کشیده، سرخ تیر زده توش، قطره‌های خونم ریخته. فکر کرده میزنم اینجا آبروشو میبرم. ها فکر لیپته. بیا ببین، این یکی از اون نامه‌های عاشقانه است که واسه من مینداخت تو خونه. آقای کرامتی نیا برای شما. بله آقای کرامتی نیا برای من. حالا گرد کرده اومده مسافر. ببخشید مهمان خانم، پونس داری مادر؟ پونس برای چی؟ پونس میخوام آبروشو ببرم بزنم به دیوار، آبروش بره. تو آبروشون که نمیره، یه زمانی خیلی قدیما که جوان بودن عاشق بودن، الان نیستن.
عاشق الان همین پیروز برای من چای یا به من میگه با شکر میخوری یا با غم بعد 50 سال گفتم خانم من با 3 تا حب قند چای رو میخورم میدونی به من چی میگه نخیر میگه مامان تو رو لوس بارا شما میدونید مامانی من چه شکلی بوده نه طبعا من هم نمیدونم عکسی هم ازش نمونده که بدونم چه شکلی بوده ولی خانم میدونه چه شکلی بوده و منو لوس بارا برده حتی هم فکر میکنن که یه عادت خانوادگیه عزیز من گیرم اصلا عادت خانوادگیه 3 حب قند بدوزون تو کارا خلاص کن هی میگه 3 حب قند خلاص 3 حب قند خلاص اما نمیگه که 100 بار دکتر بهش گفته گند نخور گند برات سمه این چایی تو یخ کرده من الان عوضش کنم میفرمودی شما درد نکنی گفته به جای گند توت خوش بخور رفتم توت خوش خریدم کیلو 17,000 تومان توت خوش که ارومیه مویز خریدم کشمش خریدم اعلی درجه اما نمیخوره که میگه فقط گند با من لج میکنه نه با خودش لج میکنه یادش رفته که اومد خواستگاری من بابام هرچی برای شرط گذاشت چشم کن به دخترم تو نمیگه چشم کن سرش داد نمیزنی چشم کن فلانم چشم کن بهمانم چشم کن یالا بالاخره به من اتاق میدین من مسافر شما هستم یا نیست ملاحظه بفرمایید جناب آقای گلشن ملاحظه بفرمایید خواهش میکنم دقیقاً ملاحظه بفرمایید جناب گلشن در جواره بنده اشکالات دیده میشود نه ملاحظه بفرمایید که بنده در سلامت کامل زندگی میکنم بله جناب گلشن شما از عالم پزشکی هم اطلاعاتی دارید علاقا. از عالم پزشکی اطلاعاتی داری؟ نه خیر از عکس تو معلومه که هیچ باکی تو نیست شما طرف اونو میگیرید میخواید من برم اون بمونه چرا؟ چون اون بلد خودشو تو دل آدم ها جا بکنه چون که بلده نقش مرد ستم دیده رو چطوری بازی بکنه الا اول دنده هنر پیشه بود اگه لازم باشه عشق میریزه خودشو به موش مردگی میزنه یا برعکس پهلوان پنبه میشه یه جوان 17 ساله میشه اصلا میدونی من چی میگم من میگم شما این شب آخریرم برین خونه خودتون بخوابین بعد فردا که دیگه طلاق گرفتین و همه چی تموم شد اصلا خونهشو بندازین جلوش بگو نمیخوام یو. بعد بیاین فردا شب اینجا ما بهتون اتاق یو نه خیر من نمیخوام زیر منتون باشم آقای کرامتی خانم پاشکردتون دیگه میگه خونه رو نمیخواد گفته اول برید خونه رو به اسم خودت کنید بعد میرم دادگاه نه اول دادگاه بعد طلاق بعد خانه شما الان حس نکنید ببینید تو کافی شاپ بشینه به خود ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که به شما اتاق بدیم بفرمایید دیگه اینم چای یا کیک دیگه خیلی خوبه ها دو تا زوج مهربون نشستین شطرنج بازی میکنین ان شاء الله هم پیرشیم مهربون تر هم میشیم ما این دو تا زوج داریم پیرم با هم مهربونن یکی پایین یکی بالا منم میام دوباره مهربونی حرف میزنم ببین من میگم که بابا من دست این دوباره روانی شدم آقای نیا کرامت براتون چای آوردن فقط 3 حب قند رو نندازین دیگه چی میگه؟ نه اون که چیزی نمیگه چون 3 حب قند رو من توی قوری انداختم شما بندازی میشه 6 تا اون وقت شما من شنیدم اون چی داره میگه اون میگه من روانیم من دیوانم اگر من روانیم دیوانم چرا به مدت نیم غم در زندگی من مونده نه اصلا این دو تا خانم دیگه داشتن نبر روانی حرف میزدن من خونسردترین خوش اخلاق ترین ملایم ترین همسری بودم که 50 سال با اون زندگی بله کاملا من چرا در من ایام آبروی من میبره من باید جوابشو بدم حتما باید جواب بدم من جوابشو میدم من خواهی کرمه خون سر باشه بکنم خون سر باشه تو برو بالا من بالا رو برو آقای کرمه حرف باد هوا
حمزه این خانمه منو دیوانه کرده. این مسافر اتاق بی صوبی به من گفت میخواد تخلیه کنه. برو ببین تخلیه میکنه یا نه. بودو باشه دیگه برم دیگه. نیکی خانم میگه رو صحبت کن دیگه. اون خانمه راه میره قصه میگه اون آقای صحبقن اینجوری. من چیکار باید بکنم؟ سلام، ببخشید فرموده بودین که امروز اتاق میخواین تخلیه بکنین. اگه الان تخلیه بکنین خب مناسب تره دیگه. این تخلیه بکنین ها؟ تخلیه کنم؟ ببین اگه میخوای این اتاق تخلیه کنم یه را داره. نه سه را داره. یک این که جنازه من از این اتاق چی؟ ببرید بیرون. دو این که چک من چی؟ وصول بشه. سومین راهش هم اینه که این باجناق بی همی چیز من بره زندان. من زیر بار حرف زور نمیرم. پول زمین نازنین منو بالا کشیده. بله شما حق دارین دیگه. اتاق تخلیه. حالا این چکتون چقدره که من براتون نقدش بکنم بعد اتاق تخلیه بکنم؟ اینقدر زیاده که تو صفرش هم نمیتونی بشماری. خب برین تو اتاق بگیرین صفرش خودتون بشمارین دیگه. من میرم دیگه. تخلیه نکنم. نمیشه که این خانومه که این قصه میگفت. نیکی خانم این آقای تخلیه نمی کنه. گفت نشم باید بره. این خانومه که راه میرفت رفت. نه بابا خوابوندمش تو اتاق خودم. آره دیگه بمیرم. چی کشیده؟ خسته شده بر راه رفت. سرش رو گذاش رو بالش و خوابش. خیلی خسته شده بر راه رفت. چی میگو؟ بیا حالا یه عمو جان به من میگه چرا نمیری خونه بخ؟ چرا نمیری خونه بخ؟ کدوم بخ؟ بابا بیا ببین فریده خانم چی میگه راجع به من. حقم داره ها. به خدا راست میگی. خود من تو آکواریوم وای میسم ولی شوهر نمیکنه. نکن شوهرها چی میگفتین؟ چرا روشنه حالا؟ برای خودش روشنه دیگه. این چی میگفت نیکی خانم؟ اصلا این مرد ظالمه. نمیدونی چی کرده با این زن که خونشو کرده تو شیشه. اصلا خون نداره که این بنده خدا که. شما هرس نخور نیکی خانم. ببین اینا نصف قد برو به عمو جان بگو اینو بیرونش. این مرد ظالمه بعد اینجوری گوش بده. گوش بده نیکی خانم. بابا نه هتل نمیشه که عمو جان اینجاست. من رو درواسی دارم بگن نه خب میرفتم خودشون رو درواسی دیدی قد تونتون حرف میزنی. خب بشین من بهت بگم نیکی خانم. اینا نصف قد هم دیدن زندگی میکنن توی خونه زیر یه سقف توی اتاق. طلاق میخوام بگیرن خب ناجوره دیگه. یعنی نصف قرن یعنی از هزاره دوم بعد تا هزاره سوم که الانه بعد میره هزاره چهارم. بعد هزاره یعنی چی؟ هزاره یعنی صده یعنی قرن. فهمیدی؟ بعدم ببین آقا فاد پرسیدی؟ زودتر دویدی؟ دفته پرسیدی اومدی؟ نه آقا فاد اصلا خودم فهمیدم ذهنی. بعدم ببین اینا رو اگه روزی یه بارم به هم سلام کرده باشن الان 18250 بار سلام کرده. حمزه خدا وکیلی نه اگه با ماشین حسابم حساب می‌کردی نمی‌تونستی بشی. این ذهنی گفتم الان چجوری گفتم ها؟ ببین من پشت نه نیک من اصلا انتقام این زن رو بعد از این مردا گرفتم. الان بیا نیک خانم بیا. نمی‌خواد بریم. من میرم انتقام می‌گیرم. نه من میرم انتقام می‌گیرم. تو نه اصلا همه می‌خوام شب هر بندازم بیرون بابا. جناب گلشن بالاست یا پایینی؟ خوب سر باشید. بالایه. معلومی که بالاست. تا اون خانم اون بالاست اینم بالاست. آقای گلشن میگم اون خانم بیاریم پایین اینم بیاد پایین. بابا جهیزو به تری به تو فروم کنیم. خیلی خوب. آقای کرمتی خوب سر باشید. یه ماش پایین. آب گری فروت. بده بیا. یک کلی باش. یه آب میوهی که من بخورم. خوب هم آب میوهی. برو عزیزم. حالا 5 درجه میارمش پایین. حمزه این صدای کی بود؟ چی بود؟ این خانم کنامت نیا جیغ زد دیگه. از این آکواریومت بیا بیرون نیکی خانم. برای چی جیغ زد؟ چی شده مگه؟ وای وای الهی بمیرم. نصف جون شدم که اردم کابوس چه خواب بدی دیدم. کابوس چی دیدین هایی؟ نخواه به تو چی تو کابوس مردم دخالم. آه اینو بخوریم برای تو خوبه. اینو بخوریم کابوس خوبه دیگه. صدا و فریاد خانم بنده است که به موشم میرسه. اون هست که داد میزنه. چی شد؟ نه چی نشد. آب گریفروت داره منو خوب میشن. این داد بر من آب گریفروت با اون دادی. اون هر وقت
من کابوس میبینه دعوا میکنه فشارش بیاد پایین فشار من میره بالا ما مسیح که بیرم ما مسیح درازه اومدی پول آوردی که اومدی اگه نه اومدی هر چی دیگه چه شد دیگه مذاکره با ایشون؟ بله با فریده خانم چه اشکالی داره؟ منطقی، مستدل، رو در رو به قول خارجی ها فیس تو فیس میشنید با هم صحبت شرط داره من سه تا شرط دارم اول اینکه داد نزنه چه غرماسه این روز آخری من نمیخوام کوتابیام خیالتون راحت من طرف شما من میذارم که توی هتل داد بزنه من سر جالیزه خب دومم اینکه یواش حرف بزنه خب این که همون اولیه شد دیگه نه فرق میکنه خب با سومم اینکه آرام و ملایم حرف بزنه چی شد؟ خانم باید بیاد پایین دیگه خانم هم میگه که این آقا باید بیاد تو اتاق چه فرق میکنه خب یه جوری رازش کن بیاد همون جون میگه من همیشه کوتاه اومدم این بار آخریه نمیخوام کوتاه بیام چیکار کنم؟ بابا این همه کتاب خوندی پس چه دردی میخوره؟ چرت جمله دل سوز قشنگ بهش بگو تا دست قرارم بیام بیاد بابا قرن ما هم دیگه راه نمیان به دل هم که نمیاد، هر کاری کردم نمیاد تو سیاستم بری مذاکرات صلح میای منطقه بی طرف انتخاب میکنن بنده 50 سال نه دقیقاً 53 سال در ادارات و مراکز مختلف خدمت کردم کسی تا به حال صدای بلند بنده را نشنیده است نیکی خانم بعضی کشیلر بعضی مردا تو خیابون تو اداره آقا مؤدب جنتلمن بره ببایی اما تو خونه گرگ بفرما توهینم چونو شد نه اصلا منظورشون توهین نبود که خب بره و گرگ یه جور مثال دیگه شما به دلیل کدومش توهینه بره توهینه یا گرگ توهینه هر ایکیزی توهینه خانم کرامتی آقای کرامتی بپرداز به اصل مطلب مرد بینوا باید با هزار خفت و خاری با خرکاری چرخ زندگی را بچرخاند شب هم که خسته و مانده با دست پر میرود خانه همه از اون طلب کارا زنده اگه کار خونه را درست انجام نده که باید هزار جور بازخواست به کی؟ بده. به کدام مرد؟ به من؟ من تا به حال کی از شما بازخواست کردم و ایراد گرفتم کی؟ کاش ایراد میگرفتی، کاش گر میزدی، کاش دعوا میکردی از صبح تا شب تو خونه است، سرش تو کار خودشه روزنامه، جدول، اخبار، روزنامه، جدول، اخبار بفرما، شاه میبخشه، شاه گلی خان نمیبخشه بعد از 53 سال دقیقا دولت حکم بازنشستگی برای امضا کرده خانم امضا نمیکنه امضا نمیکنم یعنی چی میگم برو بیرون کار کن گت اشک ده ایشله تو خونه ظرف بشور رخ بشور مگه من میگم کاری بکن میگم با من حرف بزن پس من باید با در و دیوار حرف بزنم بود و نبودش تو خونه هیچ فرق نمیکنه هیچ فرقی نمیکنه من یه چمدان بستم اومدم مهمان خانه شما با اون خانه ای که بود و نبود من فرقی نمی کند بابا من آمدم اینجا که بدهکار کسی نباشم بدهکار نباشی بدهکار نباش پس عمر و جوانی من چی میشه پس زندگی من نمنه پس زندگی من چی میشه بابا مگه من با زن دیگه زندگی کردم عجیبه ها من ایوه ناس این ضرور نمیخوام اصلا اون خانه و کارشان و زندگی رو نمیخوام اگه امشب تو اینو فهمیدی من خیلی وقت اینو فهمیدم که تو رو نمیخوام چختان میدونم که تو رو نمیخوام خیلی وقت فهمیدی بس یه به گتمه میزن یه برو دیگه برو. بابا مگه ویلم میکنی که برم اگه پاشو دی اومدی موسا
نه مهمان خانه. پس چرا شناسنامتو نیوردی؟ ها؟ شناسنامتو چرا نیوردی؟ به من زنگ زدی به این بهانه که پاشم بیام دنبالت پیدات کنم، ها؟ بابا غلط کردم. غلط کردم که تا تای فکرتو خوندم. غلط کردم که به دلت اومدم. غلط کردم که یادم رفت. بیجا کردم که یادم رفت. نامرد بگه فردا به دادگاه میروی. نازنم اگه زودتر از تو توی دادگاه نباشه. جمیش روزگارتو سیاه میکنم. ببین جمیش کاری میکنم به سکه پنج تومانی بگی ترابه. سکه پنج تومانی بگی ترابه. زمین منو میری وقف میکنی؟ من خودم خونه ندارم، زمینم رو میری وقف میکنی؟ بکنه میکنم. ببین حالیت میکنم. من انتر منتر خود کنی چه که بیمه هر برای من میکشی. گوش کن وقتی داری با من حرف میزنی اون دهنتو ببر. آقا دهن من دیگه نمیتونه حرف بزنه که. نه نخند، منظورم اینه که من دارم حرف میزنم در تو. باشه بگو. آقا بیا بریم. بگو این جمعیش افتاد. بگو گوش میکنم. سفراتون شماردم آقا. این خیلی دارم میبرم اتاقش دیگه. بریم آقا اینو بیاریم. برای فرق نمیکنه باجن آقا ماشی برادرم باشی هر کی بخوای باشی باشی. ببین یا پول منو میاری میدی یا با مامور میام سراغه. آقا میاری میدی. ببین با مامور میام سراغه. نمیکنم که مردم بیدار بشن. الان بیدار شدن دیگه آقا دیگه. نه خم ببین جمعش گوش کن. ببین دهاتای سان فرانسیسکو هم که باشی ها پیدا داد نه سان فرانسیسکو داد نداره. ببینم جمیش دهاتیاش کجا زندگی میکنن؟ کیه این؟ بابا جان برو تو تو خیاب و لاغر. ای بابا کی رفتی تو؟ این خوش داره میاد تو اتاقش. من نه من میگم چه من تو اتاق خوش داره میره دیگه. نه آقا یکی خانم یه اتاق بیرم بیشیریم اینجا سارا بیرم حالا یه اتاق من یه حرفی هم دارم میشه تمام حرفا زدیم. آقای گل آفایده یه آقای گلشن نیکی خانم من نبودم آشتی. من و حمزه داشتیم با هم دیگه حساب میکردیم که شما و آقای کرامتی نیا تو این 50 سال اگه روزی یه بارم به هم دیگه سلام کرده باشین میدونین چقدر به هم سلام کردیم؟ نیکی خانم بیا بشه. جا چرا فقط سلام؟ 50 سال نیم قرن صبحانه نهار شام خیلی میشه. بله خیلی میشه. حساب کنین لطفا. چو؟ میخوام بهش رقم بدید، عدد بدید. حساب کنید لطفا. یعنی واقعا حساب کنم؟ بله حساب کنید. خب اگه هر سالی 365 روز باشه بگین خب زب در 50 سال. بله 50 سال نیم گرم میشه 18250 روز. بله حالا زب در صبحانه و نهار و شام و عصرونه. نه خیر عصرانه رو اداره میل میفرموده. خب زب در 3 میشه. خب این زب در 3 میشه 7000 یا 700000 خورده ای. بله بفرمایی جناب گلشهر. ملاحظه فرمودی چی رو؟ که دعوای ما سر چیه؟ راستش نه والا مطلقا سر هیچ. بنده امروز کاری کردم که تا به حال نکرده بودم. از منزل خر کردم آمدم خدمت شما. اگر در منزل میماندم دعوامونو میکردیم، گرومونو میزدیم، کپه مرگی بونم میذاشتیم، میخوابیدیم، صبح بونم میشدیم، بروی هم دیگه نمیابردیم، انگار نه انگار که دادگاه داریم. خب حالا هم همین کارو بکنه. چی کار میکنم؟ بران شد برد خونه. نه ایشون باید برود. اگه ایشون بره شما هم میره؟ حالا ایشون برود، برای اینکه ایشون سابقه دارد. اگر فشارش بیفتد حالت تب و پیدا می کند، سردرد می شود، سرگیجه می گیرد، خلاصه درد سر ایجاد می کند. بگوش کن من شارژم داره تموم می شه. به جان خودم برای سرت میادم که تمام مرغای آسمون که هیچ کاری می کنم با جناخای همه دنیا باره سار در گریه کنم. چه محلی میکنم؟ اینجا هتله، یه ذره آروم‌تر حرف بزن. آروم حرف بزن، اینجا هتله. برده حسابی داد نزن سر من. اینجا هتله. داد میزنه. ببین
ببین من اگر شده زنم رو طلاق بدم زنم رو طلاق میدم که آجناقی مثل تو نامرد با لوتی نداشته باشم. من دارت میزنم من ادامه الو الو ای بابا شمار چندم این که شما این داری میگی بیای دارتون کنی مردم آسایش میخوای اینجا هتل آقای محترم مسافر رو همسایه شما داد میزنی خانم محترم نمیفهمه ای بابا هی الان من داد میزنم آقا صدا تا اون برای کوچه هم میرم آقا گلشن شما الان داری داد میزنی دیگه یعنی آروم دارم مثلا داد زنی من معذرت میخوام با خواهش میکنم خواهش ببین دیگه تکرار نشه مثلا برای این اومدم شارژر دارید شما شارژر زیاد داریم شارژر اینو نداریم دیگه شاید تو اتاقتون نه بابا حواس ندارم نمیدونم کجا گذاشتم تو اتاقت عزیزم برو تو اتاقت بگرد تو اتاقت به جون عزیزی داخل نمیدونم دلم دلم میسوزه خیلی خوب بفهم. زمین دادم بهش هلو آقا تلا زمین دادم تلا یا اون گا معامله تو که اینجا بزن بعد به من میگه کوش کن به جور خواهم به من میگه وقف کرد مرد حسابی من اسی تو وقف کردی شارژه تو اتاق سرد باش تو اتاق من خونشردم آروم باش آروم باش جناب آقای گلشن وقت خواب بنده گذشته دارم سرگیجه میگیرم یا یه اتاق به بنده عنایت بفرمایید یا بنده بذارم برم بخونم آقای کرامتی تشریف داشته باشه شاید با هم رفتید خونه نه 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 اصلا یکی خانم بهش بگین تو این 50 سال من چند بار صبحانه نهار شام بهش دادم ایشون 73367 بار به شما صبحانه و نهار و شام داد. اینو چجوری حساب کردی؟ ما خودمون با هم دیگه حساب کردیم. بهش بگین تو این 50 سال چند بار کابوس دیده، بختک روش افتاده، من نصف شب پا شدم براش یه لیوان آب بردم. خیلی بارا شده شما کابوس دیدی، حالت خیلی بد بود و اینا، ایشون بلند شدن به شما آب دادن. خیلی کار مهمی کردن. خیلی خوب، بس بهشون بفرمایید. بنده 50 سال، نه 53 سال صبح رفتم اداره تا گروپ جان کندم، زحمت کشیدم تا ایشون بتونه سر ما از خرجی خونه کم نیاره. 22 سال دیگه نپرسیده حالت چطوره خانم؟ شده یه بار بری گل فروشی، یه شاخ گل بگیری دستت بیاری خونه، ها؟ آخرین باری که واسه من گل خریده من 50 سالم بود دیگه. از اون به بعد دریک. آخرین باری که بهشون گل دادین 50 سالشون بوده دیگه. از اون به بعد دریک. خانم اون دارد بهانه گل میگیرد، گل مال جوونه. من خیلی با ایشون موافقم، گل خیلی چیز قشنگه، اونم برای خانم. جمعشون خیلی نوکردم و من 100 دفعه گفتم باجناق از برادرم عزیزتره، مهمتره، خیلی نوکرتم. حالا کجا بیام بگیرم؟ دارم میام. نه شام که اصلا شام خونه منوش دعوتم. سفراتونو گرفت میدم. ببینید نه قربونت برم نه فدا قربون اون سیبیل های مردونه هست. حرف ندارم سیبیل اومدم داداش اومدم اصلاه آقای کرامتی نیا فریده خانو رنگ روشون پریده، فکر کنم حالشون خوب نیست. رنگش هم پریده؟ بله. خب مسلمن که رنگش میپرد. شما آب گرفروت به او دادی، فشار او پایین است، خب مسلمن درد سر ایجاد میکنه. آقای کرامتی محال دیگه رفیق شده میانه؟ چرا؟ شما به رفاقت اهمیت میدی؟ 100%. به خاطر رفاقتونم شده بره تو اولی از خانم بپرس. نه. اجازه بفرمایید. میره تو رو در رو، چشم تو چشم. چشا دروغ نمیگن. بذارید چشا همدیگه رو ببینن. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. برید داخل. فکر کنم داشت. این آقا گلشن بذاری این چشا همو ببینن و این خیلی یه جورایی اینقدر قشنگ بودا دیگه. ها؟ بله دیگه مکه علکی نیستیم. حتی دفتر چه داشتن؟ پور بود از این جمله قشنگ.
یعنی خودتون نگفتین آقا گلشه؟ یادم نمیاد. یادتون نمیاد؟ تو فکر میکنی ما هم پیر بشیم مثل اینا میشیم؟ نمیدونم، به تو بستگی داره. به من؟ نه، پس به من؟ خب خودتون. معلومه، به تو بستگی داره. نه خیر، به تو بستگی داره. به تو بستگی داره. اینجوریه؟ به تو بستگی داره. به تو بستگی داره. زدی؟ به تو بستگی داره. به تو. به تو. به تو. وای حلالم. مواظب باش. وای باقوش نمید. چخصانه عذیت لده من اگر قهر نمی کردم این اتفاق بیم دفته الله چوب این اوست موازه بشه های کرمتی میخوای همراتون بیام های کرمتی نه تو رو خدا ما رو بی خبر نمی کنیم فریدی تو من حنالم کن من باعث شدم دارم